این برنامه برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی باشد. موضوع چیه؟ زن دیگه تو زندگیته؟ و بعد یه سکوت بود. بعد گفتم مرد دیگه هست؟ هیچ نشونه‌ای برای این موضوع وجود نداشت به جز الکلی شدنش. اون به همومایی میرفت که توش چند شریک جنسی داشت، مست میکرد، برمیگشت دفترش و بعد که هوشیار میشد میومد پیش من و بچه ها. صادقانه میتونم بگم که این مسئله هیچ تأثیری روی رفتارم با همجنسگراها، دگرجنسگراها، بیبند و بارها، معتادین و هر چیز دیگه ای نذاشته. به عشق پاک خوش آمدید. من جاناتان دارتی هستم. چی کار میکردید اگر شریک زندگی شما در حین زندگی با شما یک زندگی مخفی داشت به عنوان یه همجنسگرا؟ عکس‌العملتون چی بود؟ به بچه هاتون چی میگفتین؟ چی کار میکردید اگر بعد از بخشیدن اون میفهمیدید معتاد جنسی هم هست و نمیتونه اعتیادش رو ترک کنه؟ با اینکه غیر ممکن به نظر میرسه، مهمان امروز ما با شرایط خیلی سخت‌تر از این در زندگی زن و شوی خودش با یک مرد شکست خورده دست و پنجه نرم کرده و حتی شرایط اون روز به روز بدتر شده. 20 ساله بودم که ازدواج کردم. با شوهرم توی کالج آشنا شدیم. ما 9 ماهی با هم دوست بودیم. ماه سپتامبر بود که تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، چون شوهرم 4 سال از من بزرگتر بود و داشت دیر میشد. الان فکر میکنم که اشتباه میکردم. ما بچه دار شدیم و اولین بچه همون دختر بود. وقتی دخترمون به دنیا اومد من 21 سالم بود. وقتی که 25 سالم بود 3 تا بچه داشتم. مادر 3 بچه بودم و مشکلات زناشویی ما داشت شروع میشد. روابط جنسی خوبی داشتیم و هیچ نشونه ای نبود از شروع مشکلاتش جز شروع الکلی شدنش. من به عنوان یک ایماندار تولد تازه پیدا کردم. در اون زمان یه نفر منو با عیسی مسیح آشنا کرد و من احساس کردم نیاز دارم اونو بیشتر بشناسم و خب اون زمان من مسیح رو ملاقات کردم و اون وارد زندگی من شد و من فقط برای مشکلاتم به اون متوسل می شدم، چون نمی دونستم موضوع الکلی شدن چطوری حل کنم. یه روز صبح اون بعد از اینکه شب قبلش مست کرده بود از خواب بیدار شد و من شیشه شیر بچه دستم بود و توی اتاق ایستاده بودم و می خوام باز بگم اصلا نمی دونستم ریشه الکلی شدنش کجاست و بهش گفتم این مشکل ریشه ایه. مشکل چیه؟ زن دیگه ای تو زندگیته؟ و بعد یه سکوت بود. بعد گفتم مرد دیگه هست؟ باور کنید اصلا نمیدونستم این کلمات از کجا میاد، چون معمولا آدم به این چیزا فکر نمی کنه. بعد شوهرم شروع کرد به گریه کردن و فکر کنم یه چیزی گفتم که خیلی خوب و مورد پسند نبود، ولی خب این یه حدس بود و من باید منتظر عواقب این کار میموندم. وقتی این مسئله عمومی شد دوستای ما رو شوکه کرد. اونا به ما میگفتن شما همیشه تو چشم ما مثل یه زوج خوشبخت بودین. باورمون نمیشه زندگی شما اینجوری شد. نمیدونستم از کجا باید شروع کنم، مسئله الکلی شدن همسرم یا مسئله همجنسگراییش. اون موقع مسئله الکلی شدنش برای من خیلی مهمتر بود، چون من 25 سالم بود و فکر میکردم این مسئله مهمتره. و بازم میگم ما رابطه جنسی خوبی داشتیم، 3 تا بچه دوست داشتنی آورده بودیم و دلیل برای این که اون زمان فکر کنم به هم خیانت میشه وجود نداشت. در اون دوره من فقط دوست داشتم به کلیسا بریم، چون فکر میکردم که کلیسا فقط مشکلات ما رو حل میکنه. همینجا باید بهتون بگم که من دیگه اینجوری فکر نمیکنم، چون این رابطه عمیق و شخصی ما با عیسی مسیحه که این مسائل رو حل میکنه. اون موقع ما شروع کردیم به یک کلیسای آزاد رفتم، چون شوهرم اونجا خیلی راحت تر بود. من از لحاظ روحانی رشد میکردم و بچه ها اونجا کانون شادی میرفتن. یک روز شوهر من که من معمولا به همه میگفتم اون عاشق استراحت کردن روی مبل و تختشه و دوست نداره به خودش زحمت زیاد بده، گفت میخوام یکی از دوستامو دعوت کنم برای جشن کریسمس بیاد پیش ما و از شهر ما تا سنت لوئیس رانندگی کرد تا اون دوستو بیاره پیش ما و بعد از اون خونه رو به دوستش نشون داد. تقریبا همونطوری که من خونه رو به دوستام نشون میدم، مثلا آینه ها، اتاق بچه ها، و این کارو با یه جور افتخار میکرد. بعد از اون یه حس غریزی مادری در من به وجود اومد وقتی که دیدم اون مرد
نزدیک بچه من شد که چشمه آبی و موهای قهوه‌ای داشت و یه جور حس غریزی مراقبت کننده‌ای به من دست داد. پیش خودم فکر می‌کردم که انگار یه زن دیگه‌ای داره وارد خانواده ما میشه و یه جورایی حس ناراحتی به من دست می‌داد، ولی باز سعی می‌کردم خوشبینانه فکر کنم و چیزی نگم. میدونید، فکر میکنم رفته رفته مسائل روی هم جمع شد. بعد از اون شوهرم الکل رو ترک کرد و من فکر میکردم 7 سال زندگی خوبی داریم با هم. ما یه خونه پیش دریاچه داشتیم، به سبک ایدئال آمریکایی زندگی میکردیم. همه چیز در ظاهر خیلی خوب بود. دیگه شوهرم سراغ الکل نمیرفت. البته تا قبل از ترک کردن الکل چند دور از هم جدا شدیم. خلاصه همه چیز داشت خوب پیش میرفت. همون موقع بود که اون رفت سراغ مسکنها و اون زمان چشمهای من بیشتر باز شدن، چون بالغتر شده بودم، هم بچه ها رو داشتم هم تجارت خودم رو. و پیش خودم گفتم این یه مشکله، پس با اون هم مقابله کردیم. ولی مشکلات اصلی ما از زمانی شروع شد که شوهرم متوجه شد به ویروس HIV مبتلا شده. آیا میخواید جدیدترین برنامه‌های پیوپشن رو دنبال کنید؟ ما میخواییم از شما دعوت کنیم که عضوی از صفحه فیسبوک و توییتر ما بشید. کافیه به آدرس facebook.com/purepassiontv یا آدرس twitter.com/purepassiontv برید و ما رو اونجا پیدا کنید. آخرین اخبار ما رو اونجا ببینید، نوشته های ما رو بخونید و یکی از ویدیوهای ما رو در مورد انحرافات و شکست‌های جنسی ببینید. ما حتی عکس‌هایی از برنامه‌های در دست ساختمون تهیه می‌کنیم و اونجا قرار می‌دیم. پس ما رو در فیسبوک و توییتر دنبال کنید. اگر شما از نظر جنسی یا عاطفی فردی شکسته هستید و به دنبال جایی برای کسب اطلاعات بیشتر هستید، به وبسایت ما سر بزنید و ویدئوهای ما رو که بر اساس موضوع برای راحتی شما دسته‌بندی شدن ببینید. ما حتی فایل‌های صوتی کامل از کنفرانس‌های خودمون داریم که بهترین معلمین در زمینه شکست جنسی در اونها صحبت می‌کنن. به فروشگاه آنلاین ما بیاین تا آخرین کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و ویدئوهای ما رو در زمینه مسائل جنسی پیدا کنید. صداها، ویدئوها، فایل‌های صوتی، مقالات و غیره کافیه با آدرس www.purepassion.us برید. در زمان مبتلا شدن همسرم به ایدز، بچه‌های ما تقریباً 8، 10 و 12 سالشون بود. فکر کردم چی شده که ما از نظر جنسی مثل قبل فعال نیستیم؟ آیا اتفاقی افتاده؟ بعد از حاملگی وزنم زیادتر شده بود. فکر کردم شاید دلیلش اینه یا چیز دیگه‌ای که جذابیت منو کم کرده. اون گفت نه نه، وقتی من الکلی بودم خیلی بی‌بند و بار بودم و میگفتش که یه بیماری جدید اومده که توی مجله تایم خونده. همیشه مجله تایمو میخوند و اون خیلی عجیب بود. گفت این بیماری خیلی عجیبه، اگه من اونو داشته باشم و به تو بچه‌ها منتقلش کرده باشم هیچ وقت خودمو نمیبخشم. و جدا ما در اون زمان زیاد در مورد ایدز چیزی نمیدونستیم. سال 1987 بود که این بیماری تازه کشف شد. همون موقع یه مردی با من تماس گرفت و گفتش که تدو رها کن و من برای اون نگران هستم. و صحبتهای ما خیلی طول کشید و گفتم ما جدا شدیم و تد خودش باید تصمیم بگیره که در ازدواج و با بچه هاش بمونه یا نه. و اون مرد به من گفت اینو بدون که هیچ کس نمیتونه از هم جنسگرایی بیاد بیرون و تغییر کنه. اون شخصیت و هویت تده و تو باید اونو آزاد بذاری. و یادم بچه ها خیلی گریه میکردن، ناراحت بودم و من از مکالمه تلفنی که داشتم خوشحال نبودم و اون هی تکرار میکرد که تو اگر تدو دوست داشتی ولش میکردی و از همجنسگرا بودنش استقبال میکردی. و این اون تدی نبود که من میشناختم. تدی که من میشناختم پدر بچه های من بود. من عاشقش بودم و اون بهترین دوست من بود. اون تنها کسی بود که من خودم رو در اختیارش گذاشته بودم. 5 دقیقه بعد تد با من تماس گرفت و من براش توضیح دادم که اون مرد با من تماس گرفت و من در حالی که گریه میکردم گفتم که خیلی ناراحتم. تد کنار همین دوستش بود و با هم مست کرده بودم و من فکر میکردم که اون داره تشویقش میکنه که بره پیش اون. اون جلوی دوستش ایستاد و گفت تو حق انجام دادن این کارو نداری و از زندگی و خانواده من فاصله بگیر. و خودش انتخاب کرد به خونه بیاد و بعد اومد خونه و من آروم کرد و گفت این دوستم حق نداشته این کارو بکنه. و در اون لحظه بود که متوجه شدم این قضیه خیلی خیلی فراتر از دوست معمولیه. بعد از اون تد موضوع حموما رو با من در میون گذاشت. در اون موقع من یه دختر ساده‌ای بودم که تا به حال همچین چیزی نشنیده بودم.
تد ساعت 9 صبح میرفت سر کار. قسمتی از کارش عکس برداری بیرون از شرکت بود. از 12 تا 2 بیرون بود. بعد به اون حموما میرفت، مشروب میخورد و رابطه برقرار میکرد. به دفترش برمیگشت، یکم هوشیار میشد، بعد میومد خونه پیش من و بچه ها. پس ما تصمیم گرفتیم تدو برای آزمایش ایدز ببریم و همینطور که گفتم زمان ما مثل زمان دایناسورا بود و فقط 6 هفته طول میکشید بفهمیم نتیجه آزمایش ایدز مثبت یا منفی. احساس شرم و ترس ما رو فرا گرفته بود. یادم هست داشتیم میرفتیم به یه ساختمون در حالی که میدونستیم هر کسی ما رو میبینه میدونه واسه چی داریم به داخل این ساختمون میریم. با اینکه ما فقط برای آزمایش و مشاوره رفته بودیم اما خب اونجا آزمایش ایدز هم میگرفتن و این ترس دائم همراه ما بود که مردم چی فکر میکنن. در طی این 6 هفته انتظار برای نتیجه آزمایش کاملا سالم به نظر می رسید و یادم هست توی کنفرانس مسیحی بودم چون در اون موقع برای تحصیلات کتاب مقدسی خودم خیلی وقت می زشتم. توی اون کنفرانس خداوند با من صحبت کرد، گفت آزمایش شوهرت مثبت و آزمایش تو منفی خواهد بود. تو باید به من اعتماد کنی. من هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی کنم. من حتی لباسی که تنم بود و یادمه. یادم همون روز تد با من تماس گرفت و با گریه به من گفت که نتیجه آزمایشش مثبته و با اینکه من از قبل این آمادگی از خداوند داشتم اما من پریدم تو ماشینم و به سمت اون مرکز مشاوره رفتم. شوهرم رو بغل کردم و چون قبلا موضوع خیانتش رو حل کرده بودیم عصبانی نبودم. بیشتر ناراحت بودم و ترسیده بودم. منم برای نتیجه آزمایشم 6 هفته صبر کردم و نتیجه من منفی بود و اون موقع احساس کردیم بهتره به بچه‌ها چیزی نگیم. پس ما مشاوره را ادامه دادیم و در طول این مشاوره ها من مطالعات خودم را در زمینه ایدز شروع کردم. اینقدر مطالعه کردم که آموختهام و با اعضای خانواده هم در میون گذاشتم. ولی دائم پیش خودم میگفتم کی باید به بچه ها بگیم؟ چطور با این مشکل برخورد کنیم؟ پس از مشاوره سوال کردیم و اون گفت صبر کنید تا اونا ازتون بپرسن. مطمئنم خیلی از کارا رو درست و خیلی از کارا رو اشتباه انجام دادم. من سعی خودم رو کردم و بهترینم رو ارائه دادم و فقط میتونم بگم خیلی دعا کردم چون میدونستم بچه های من که 10، 12 و 14 سالشون بود ممکنه خیلی ضربه بخورن. اگه بفهمم پدرشون هم جنس باز بوده چه برسه به این که بفهمم از این بیماری ناشناخته قراره بمیره. من در اون زمان احساس کردم خداوند از من دعوت میکنه که خدمت به ایدزی ها رو شروع کنم. من با افرادی که ایدز و اچ‌آی‌وی داشتن مصاحبه می کردم و در طول این مصاحبه ها من اولی مردی که کاملا ایدز داشت و دیدم. درسته شوهر من ویروس اچ‌آی‌وی رو داشت اما این خیلی وحشتناکتر بود و همینطور که داشتم اون کاغذ رو تایپ می کردم به خداوند می گفتم خداوندا هیچ کس نباید تنها بمیره. اون زمان بود که خداوند با قلب من صحبت کرد و گفت آره درست میگی، حالا میخوای در موردش چی کار کنی؟ و من شروع کردم به این فکر که شاید یه روزی خونه داشته باشم برای این افراد که خانواده و دلسوزی ندارن. کلیسایی که عضوش بودم دائم به ما آموزش میداد به افراد محبت کنیم اما گناه اونا رو قبول نکنیم. پس خیلی برای من سخت بود که این توازن رو ایجاد کنم و من فکر میکنم این مسائل امروز توی کلیسا هم وجود داره و دلسوزی و شفقت رو با مسائل دیگه قاطی میکنیم و تبدیلش میکنیم به مصالحه و با کلام خدا سازش میکنیم. اون زمان شرایط برای من خیلی سخت بود. بچه های من همه ایماندار بودن و پدرشون رو خیلی دوست داشتم. وقتی پدرشون تصمیم گرفت با یه مرد زندگی کنه من به شدت خشمگین شدم چون تا وقتی اون شخص رو نمیبینی با موضوع کنار میای و اما وقتی اون مرد رو دیدم شرایط خیلی سخت شد. اون خیلی جوان‌تر از تد بود و خیلی به بچه‌ها نزدیک نمی‌شد ولی خیلی سخت میتونستم با شرایط کنار بیام. من اون موقع مثل یه دختر خوب مسیحی عمل کردم. سعی کردم با رفتن به سفرهای بشارتی از شرایطم فرار کنم. گفتم بهش نشون میدم یه میسیونر میشم. پس شروع به سفر کردم و بچه‌ها رو هم همراه خودم بردم. یه بار یادمه برای تعلیم شاگردسازی ما به هاوایی رفتیم و ما اونجا شاهد شفاهای زیادی بودیم و من از خیلی چیزا شفا گرفتم و بچه‌های من خیلی عصبانی بودن، مخصوصا دخترم و اونجا بود که دخترم بخشش رو یاد گرفت. اگه با شما صحبت کنه میگه که چقدر خوشحاله که آخر عمر پدرشو با تلخی در کنارش نبوده چون اگه بخششو یاد نمیگرفت به عنوان یک نوجوان به اون سمت کشیده میشد
و پسرای من هم خیلی خوشحال بودن و خیلی چیزا یاد گرفتن و یه مرد اونجا بود که سعی می‌کرد همجنس‌گرایی رو برای اونا توضیح بده که اهل آفریقای جنوبی بود و توضیح زیبایی میداد و میگفت انسان مثل یه درخته که رشد میکنه. هیچ وقت یادم نمیره، میگفت توی رشد انسانی از فازهای مختلفی رد میشیم. بعضی وقتا تو فازایی هستیم که هم جنسای خودمونو بیشتر از جنس مخالفمون دوست داریم و محبت میکنیم و به اونها نیاز داریم. پس میگیم دخترا اینجوری هن، پسرا اونجوری هن. و اینجوری توضیح داد که اتفاقی که در همجنسگراها میفته اینه که یه اتفاق مثل آزار میفته و باعث میشه اونا توی این فاز بمونن. پدر شما در همون فاز مونده، اما با کمک و عشق خداوند اون میتونه مثل یه درخت بونسای که ریشه هاش به هم گره خوردن و رشدش تا یه حد خاص ادامه داره، اما با عشق خداوند خدا میتونه این ریشه ها رو از هم باز کنه و اگه شما اون درخت بونسایو توی خاک خوب بکارید، اون درخت کوچیک تبدیل به یه درخت بلوط عظیم میشه و این اتفاق برای پدر شما هم میتونه رخ بده. وقتی بچه های من فهمیدن که پدرشون ایدز داره، از دست من عصبانی شدن. کم کم پدرشون داشت مریض تر می شد و تصمیم گرفته بود به سنت لوئیس بره، یعنی جایی که زندگی می کرد. ولی خداوند زنهایی را برای شفاعت با من اونجا قرار داده بود. روزی که بچه های من فهمیدن، اون زنها می دونستن و بچه ها رابطه خوبی با اون زنها داشتن و وقتی عصبی می شدن پیش این افراد می رفتن تا با اونها درد و دل کنن. و اون روز که بچه ها این موضوع رو فهمیدن، خیلی خیلی عصبانی شدن. دختر من می گفت چطور تونستی این مسئله رو از من مخفی کنی؟ پسر وسطی من مبشر بود. اون میگفت بابا باید قبل از مرگش با عیسی آشنا شه تا در آسمان نزد اون بره. و پسر کوچیکم میگفت میدونم که عیسی میتونه اونو شفا بده. آیا میخواید جدیدترین برنامه‌های پیو پشن رو دنبال کنید؟ ما میخواییم از شما دعوت کنیم که عضوی از صفحه فیسبوک و توییتر ما بشید. کافیه به آدرس facebook.com/purepassiontv یا آدرس twitter.com/purepassiontv برید و ما رو اونجا پیدا کنید. آخرین اخبار ما رو اونجا ببینید، نوشته های ما رو بخونید و یکی از ویدیوهای ما رو در مورد انحرافات و شکست‌های جنسی ببینید. ما حتی عکس‌هایی از برنامه‌های در دست ساختمون تهیه می‌کنیم و اونجا قرار می‌دیم. پس ما رو در فیسبوک و توییتر دنبال کنید. شما حالا میتونید از طریق دستگاه‌های هوشمند خود به دنیای پیور پشن متصل شید. اگر شما صاحب یک دستگاه اندروید هستید یا آیفون، آیپد و یا آیپد تاچ، از طریق برنامه مجانی ما هر جا و در هر زمان برنامه‌ها و ویدیوهای ما رو ببینید. و اگر دستگاه مخصوص تلویزیون رو دارید، ما کانال مجانی پیور پشن رو به شما پیشنهاد و تقدیم می‌کنیم. شما کانال ما رو توی لیست کانال‌های دیدنی خواهید دید. از دهان خداوند به گوش‌های شما کمک برای شما هر وقت که بخواید. من نمیخواستم بچه ها مرگ پدرشون رو ببینن و برای همین دائم به سفر میرفتم و خداوند گفت نه، تو باید به آمریکا برگردی و خدمت به ایزیار شروع کنی. من در اول خیلی نسبت به این مورد هیجان نداشتم، اما خداوند به صورت واضح با من و فرزندانم صحبت کرد و ما هیچ کدوم نمیدونستیم این خدمت چجوریه، اما به آمریکا برگشتیم تا این کار رو انجام بدیم. شوهر من ورشکست شده بود، من همه چیز از دست دادم. باید برای همه چیز در زندگی خودم و خانوادم به خدا اطمینان میکردم. الان به عنوان یه زن آمریکایی میتونم درک کنم یه زن آفریقایی چجوری برای غذای خودش هم به خدا اطمینان داره و باور داره و خیلی سخت قبول کنی از بالا به پایین اومدی. ایت زندگی منو داغون کرد. بچه‌ها پدرشون رو میدیدن. پدرشون کم کم از طریق ویروس CMV یا همون ویروس سیتامگالو بینایی خودش رو از دست داد. پس من باید دنبالش میرفتم و به خونه می آوردمش تا بتونه بچه ها رو ببینه. کم کم به این یقین رسیده بودم که برای خدمت به ایدزی ها دعوت شدم. پس شروع کردم به مشاهده کردن دقیق تر دعوتم از طرف خداوند. ما در سال 1992 شروع به کار کردیم. همه از من میپرسیدن چرا اسم سازمان خودتون رو اورشلیم جدید گذاشتید؟ این از باب 21 مکاشفه میومد. چیزهای کهنه درگذشته و او همه چیزو تازه کرده. اون دقیقاً چیزی بود که من میخواستم بسازم، جایی برای مردمی که به خدا و عشق او احتیاج داشتن، جایی که
نه دردی هست، نه غمی و نه اشکی. خداوند این کارو برای من کرده، پس برای همه میکنه. بعدم خداوند از من خواست که به اون همجنسگرایی که با شوهرم هم بستر بود محبت کنم و من به اون اتاق رفتم و اون به من گفت که تو هیچ وقت نباید روش زندگی یا انتخابای منو قبول کنی، اما از تو میخوام که منو به عنوان یک انسان بپذیری. این اساس این بود که بفهمم نباید مصالحه کنم و میتونم پای اعتقادات خودم بمونم. 20 سال از خدمت من میگذره. میتونم با صداقت بگم که این مسائل هیچ تأثیری روی عشق ورزیدن من به مردم نداشته، مخصوصا افرادی که با روش زندگی اونا مخالفم، چه همجنسگرا باشم و یا هر چیز دیگه‌ای. هنوزم میتونم اونا رو دوست داشته باشم و نه اینکه از اعتقاداتم کوتاه بیام. شوهرم در سال 1993 در اثر یک تومور مغزی فوت شد و ما در تمام مراحل کنارش بودیم. خداوند از من خواست که اونو ببخشم. لطفاً درک کنید که 7 سال طول کشید تا بتونم اونو ببخشم. آره، خیلی کار کردم روی بخشیدنش تا عملی شد و در نهایت تونستم این کارو بکنم. شریک اون هرگز نمیتونست جایی زنو برای اون در زندگیش پر کنه. فراموش نمی کنم یه روز که تد روی تخت در کما بود، شریکش داشت ناخوناشو کوتاه می کرد و من به دستاش لوسیون می زدم. داشتم با خداوند صحبت می کردم که خدایا اینجا با شریک تد توی یه اتاق هستم و خداوند دائم می گفت که برای اون شریکم شفقت داشته باش. خیلی سخت بود. اون شریک گفت من نمی فهمم تو چرا اینجا هستی. گفتم اون شوهر منه. من قسم خوردم که چیزی جز مرگ ما را از هم جدا نکنه و عیسی از من می خواد که اینجا باشم. اون شریک گفت ممنونم. فکر کنم این یک قدم دیگه در خدمت من بود. ما سعی کردیم توی الینوی ملک بخریم. وقتی شوهرم فوت کرد، من جسد اونو در تخت محل نگهداریش پیدا کردم. وقتی که رفته بودم ببینمش. آخرین بار که بچه‌ها دیده بودنش 2-3 هفته قبل از اون بود، چون مرگ اون طولانی و سخت بود و در طول این مرگ تدریجی اون هوشیار بود و هنوز متوجه اطرافش بود. دختر من در اون زمان توی کالج بود و ما طی یه سری از مسائل به کانزاس رفتیم. اونجا سعی کردیم یه ملک بخریم تا بتونیم خدمت به اجزیا رو شروع کنیم و باید بیرون شهر می بود. خب مسلما زندگی ما تهدید می شد و من واقعا نمی فهمیدم چرا مردم خونهی که برای نگهداری از افراد بیمار نزدیک به مرگ رو نمی خوان. اما فهمیدم نسبت به ایز تعصب و ترس زیادی وجود داره. پس مجبور شدم به بیرون از شهر برم. چند تا از دوستای خادمم به من کمک کردن یه جایی رو پیدا کنم و اونجا رو تأسیس کردیم و اسمشو گذاشتیم یه جای دیگه. توی این کار باید همیشه با شوخ طبعی رفتار می کردیم. این اسمو براش گذاشتیم چون همه میگفتن خدا برکتتون بده، ولی لطفاً برین جای دیگه. پس یه جایی برای این کار پیدا کردیم که میتونستیم همزمان 5 نفر رو خدمت کنیم. در طول 6 سال 50 نفر مردن و یا همه دوباره ایماندار شدن یا برای اولین بار قلبشونو به مسیح دادن. بعد از اون احتیاج به خونه های مراقبت از ایدزی ها کم شد. تقریبا سال 97 بود که داروهایی برای ایدز بیرون اومدن. داروهای مختلفی بودن. پس ما سال 99 مجبور شدیم خونه رو ببندیم و به من یه ملک داده شد که 75,000 فوت بود. یک بیمارستان مسیحی بود که تخلیه شده بود و به من اهدا شد و ما باهاش در 10 سال اول کاری نکردیم و بعد ما خادم هایی که میخواستن به ایدزیا خدمت کنن براشون دوره های آموزشی گذاشتیم. یاد گرفتم به کارهایی که میگم عمل کنم و بعد در اونجا یه پناهگاه برای بی خانمانا درست کردیم و اونو به کلیسا معرفی کردیم و من شروع به سفرها به فرهنگ های مختلف کردم. به آفریقای جنوبی رفتم و به شهری رفتم که در دل داشتم. 500,000 نفر از قبیله زولو اونجا هستن و 50% این افراد مبتلا به ویروس HIV. من دارم پروژه‌ای که در دوربون آفریقای جنوبی بود و تموم می‌کنم و اسم این پروژه اوکوگانیاس که بین قبایل زولوست، به معنای نوری در تاریکی. و ما این اسم روی مرکز مراقبت خودمونم گذاشتیم و در طول جمع‌آوری کمک‌ها به عنوان رئیس پروژه حضور خواهم داشت، اما این به احتمال زیاد آخرین پروژه طولانی من در آفریقای جنوبی خواهد بود. 4 اکتبر به آمریکا برمیگردم و امیدوارم بتونیم کار بیمارستانمون رو تموم کنیم. میدونم که نیاز به مراقبت از ایدزی ها به آمریکا برگشته. ژانویه 6 تماس احتیاج به کمک داشتم. برای این هم آماده ام. در طول مدیریت هم متوجه شدم که مبتلایان به ایدز خیلی زیاد نیستن. افراد زیادی هستند که
مشکلات قلبی دارن یا مشکلات مختلف پزشکی که جایی ندارن برن. پس ما احتمالاً از اونا هم مراقبت پزشکی میکنیم. اگر من بخوام به کلیسا چیزی بگم، میگم ما باید اونا رو دوست داشته باشیم. اصلا ما اونایی وجود نداره. ما همه گناهکاران زیر فیضیم. ما باید گناهای خودمون رو اول ببینیم. چه ناراحتی که با یک زن توی آشپزخونه هست. چه فرزندان ما که اخلاق غلط جنسی دارن در رابطه با پسرها و دخترهای دیگه. مسئله هر شرایطی که باشه مهم نیست. مسئله همجنسگرایی نیست. مسئله مردم شکسته دله. دنیای شکسته است. مسیح میدونست که ما نمیتونیم انجامش بدیم. اون همه دنیای ماست. اون میدونست ما از پسش بر نمیایم. پس برای گناهان ما مرد. این قسمت از کلام خدا رو در قلبتون نگه دارید تا هر موقع خواستید پیشتون باشه. من این آیه رو برای خودم زیاد مرور کردم تا بفهمم در مسیح کیم. ما باید عشق مسیح رو نشون بدیم. قلبم خیلی میشکنه وقتی میبینم کلیسا گناهکارا رو جدا میکنه و میگه این بدتره و دوستش ندارن مثل بقیه. این بزرگترین دستاورد و کلید منه. بخشیدن. ما باید یاد بگیریم همدیگر رو ببخشیم و گاهی وقتا کلیسا اینطور عمل نمیکنه. در آفریقا به خداوند گفتم خداوند من چجوری عشق ورزیدن رو نشون بدم؟ چجوری؟ و من دست پاچه شده بودم از دیدن این همه یتیم و مریض و خداوند گفت سه چیز عشق منو میرسونه که باور دارم اون برای همه شرایط و افراد کاربرد داره. ترس؟ مردم چی فکر میکنن؟ شرم؟ باورم نمیشه اتفاق برام افتاده. و سوم ناامیدی. به عنوان مسیحیان ما جواب همه اینا رو داریم. رابطه شخصی با عیسی مسیح. اون میگه این افراد رو با من آشنا کنید و من با عشق اون ترسا رو از اونا بر میدارم. من روی صلیب رفتم تا شرم اونا رو بپوشونم و من امید هستم. پتروس رسول یک بار پرسید خداوندا چند بار باید برادرم رو که به من بدی کرده ببخشم؟ آیا 7 بار؟ عیسی اینطور جواب داد، نه فقط 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. فیض خدا باعث شد نه تنها پنی شوهر خطاکارش رو ببخشه، بلکه حتی معشوقه اون رو. یکی از اونها باعث شد ویروسی به شوهر پنی وارد بشه که در نهایت اون رو کشت. و خدا با این بخشش بزرگ چه کرده؟ خدا از پنی استفاده کرده تا با انجیل امید و فیض خودش پیام رو به قلب تعداد کثیری از مردم برسونه. چون پنی به خدا وفادار بوده، خدا از طریق او باعث تغییر سرنوشت نهایی هزاران آدم میشه. از طریق فیض و بخشش عیسی مسیح که از قلب او جاری میشه. خداوند از هر کار این انسان مقدس برای اهداف خوب خودش استفاده میکنه. کسی که بارها آزمایش شده ولی هنوز عاشق خداونده و طبق اراده او زندگی میکنه. اما همینطور که به نقشه خدا در زندگی پنی نگاه میکنید، به یاد داشته باشید خدا برای زندگی شما هم نقشه عالی داره. او رو جستجو کنید، عاشق او باشید و از او اطاعت کنید. من جاناتان دارتی هستم از عشق پاک.